نیکوزیا ببینیم بچه‌دو بزنیم بیا. برو اصلتون الان میذارم دهنت پر خون شه. میخوام تنها باشم. نه بابا، پاتریپ قمه. باشه ما رفتیم. نه 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 باش باش. داشتی. چرا اینجا وایستادین؟ اومدم هواخوری. خوبه. آره بعد از هوای کثیف زندان یه نفس هوای آزاد چه میچسبه با؟ کدوم زندون مرد استوی؟ یه شب رفتم پیش رفقای نیروی انتظامی شب نشینی، اونم تازه اونا دعوت کرده بودن. این اشکالی داره؟ وا چه اشکال داره؟ فقط تا اون روی سگ من بالا نمیده تتمه پول سویتو بدین و الان میفرستم باقی شب نشینی پیش همون رفیقات. ببین کامران خان، پدر عروسمی احترامت سر جاش. اگه بخوای زیر رو بکشی ها، اون وقت کلا میره تو هم ها. نه بابا، اینقدر کلا سر این اون گذاشتی کلاه ما توش گمه نسبت یه دونه ارزن و یه کاسه ارزنه. میخوای برم راپورتتو بدم برای نجات اموالت از مالیاتو اینجور چیزا؟ چه کلکی اموال کردی بگم اینا رو؟ برو هر کاری دلت میخواد بکن بکن، حرفت باد هواس، میتونی ثابت کن. ببخشین دا، لازم باشه ثابتش هم میکنه. بابا جون زشت خواهش میکنم. زشت اینه که گلپسر ایشون به بابادون حرفا رو زده، اینا زشتش کرده نمیفهمی؟ زنش میخواد زشته. نه خیر، تو رو بزرگتر وایستادن لیچار گفتن و دروغ گفتن زشته. میخواد واسه من مامور بیاره زشتش کرده، نمیفهمی اینا رو؟ مرد سوی تو از من طلب کاری؟ چیکار به این دوتا جوون داری؟ آها ببین گوشاتو وا کن، من با آدم آسپاس و بی‌تربیت دختر بده نیستم. شما ثابت کن مال اموالت سر جاشه، دخترم مقابل شما رو نداره، خیرش ببینین. بابا جون مگه میدونه تره باره؟ آخه چرا چونه میزنی؟ دارم این نفر واسه تو میزنم. کامران خان، من به شما بدهکارم درست. به من وقت بده، پولتو پس میدم. بارکلا. آه وقت تموم شد. اگه تا پس برای آقا جون پول ریختی اینجا، دختر مال شما و الا طلاق اینو میگیرم، شکایت هم ازت میکنم. بیا بریم بابا جون. ببینیم بابا، بابا عرشی تو رو خود از بابا بده نمینا، عدس دانیان ناراحت لج کرده. اومدم بابا. شش من بعد اسم این پسره رو دیگه نداری یا؟ ولی دانیان نه همین الان چی گفتم؟ همین الان نگفتم سوشی نه یا؟ آخه بابا واسه چی دانیال کسند؟ ببین میکنم یه تو کلت یه بار دیگه سوشی بیاری. ببین اینجور آدم ها یه ریگی تو کفششون هستش، یعنی اصلا آدم حسابی نیستن، نه رفتارشون شبیه آدمه نه کردارشون. پدر من اونا تو فشارن، یه کمی باشون مدارا کن، یه کم را بیاد. دیگه پدر بدبخته چقدر را بیاد؟ دو سال پیش 16 اومده این واحد پایین رو 70 میلیون خرده، 50 میلیونشو نداده. این 50 میلیون رو بانک میداشتم اینقدر الان سو اومده بود یا نمیده بود اونش جرنم اصل پولشو بده. خب شما که این همه صبر کردی، یکم دیگه هم صبر کن، اینا همچی آدم هایی نیستم، میارم پولشون رو میدم بابا. همون اولم دو سال پیش اشتباه کردم، حرفت رو گوش کردم. اینجور آدم ها رو باید آدم کرد. ببین یه چیزی میخواستم بهت بگم، اینا تازه به دوران رسیدن. بذار بین خودمون باشه، دو سال پیش تو مرزداره یکی داشت مشابه خانواده ای چارت هزاری ها هست، همین باباش بود قسم میخورم. خیلی خب باچه بابا جون، شما آروم باش، شما وایسا آروم باش، من میرم با دانیال صحبت میکنم، همه این مشکلاتو حل میکنه دانیال. پا تو از این در بذار بیرون، من میدونم لادن این اسلحه ها. بهت بگم باشه بابا جون؟ چشم بابا. باشه بابا جون؟ چشم بابا جون. چشم. دیشم دادا شمت گرم، همینجا باشم. من یکی ثانیه اومدم، یکی ثانیه فقط. همون دانیالی خود تعجیل کن، هنوز توسن زنگ بزنه از شمال، من خونه باشم پوستم رو میکره. اومدم اومدم داشتی تو واچی اومدم. مرسی عزیزم. آقا اشتباه گرفتی، تخلیه چا نیست، مزاحم نشو این موقع شب. بله. اه سلام دایی. دانیال تویی؟ نیست شبیه اینجا چیکار میکنی؟ تویی دستم به دامنت. چی
چی شده؟ دایی بدبخت شدم. چی شده؟ شما برگ آخرم مودی رو کردم. یه خواهی که دوست دارم بریزی. قصه یه مرد بگو چی شده؟ به اینجا رسیده دایی به اینجا؟ کجا رسیده؟ سلام خاله عزیز. علیکم سلام. دو بچه بالای خرخرم رو عرض کردم خاله عزیز. خیلی خوب بگو ببینم کسی طوری شده؟ بابا غرورم شکسته شده، احساساتم جریان‌دار شده، همه چیزمو گرفتم، بدبخت شدم. دیگه نمیدونم چه خاکی بسرم. من فکر کردم چی شده همین؟ دیگه چی می‌خواستی بشه؟ زنمو ازم گرفتن، گروگان گرفتن، 5 میلیون پول می‌خوام خاله عزیز. غلط کردن، زنتو که گروگان گرفتن بعد اومدی اینجا پیش ما، بعد به پلیس خبر بدی. دیگه چاره‌ای نداشتم شما رو داشتم. 5 میلیون خواستن. مگه ملکه الیزابته؟ نزنی حرفو خاله عزیز، زنمه، دوستش دارم. بابا هم زندگی می‌کنی. خب دوستاشه باشه، اون یک قرنم نمی‌ارزه. الو سلام سرکار، ببخشید یه گروگانگیری شده، من یه چند تا مامور با چند تا ماشین می‌خواستم که بیام بریم اینو بگو فوری واسه همین امشب ها. فوری برای همین امشب. بله همسر خواهرزادمو گرفتن. بگو 50 میلیون تومان پول میخواد نامه. 50 میلیون تومان پول میخوان. بدونم بهش بگم بده من اپ کنسرت کن دارم توضیح میدم. کی گروگان گرفت؟ باباش. بابای نامه رو باباش کامران جلاد بگو. باباش باباش گرفته دیگه 50 میلیون پول. بده من توضیح بده. الو سرکار ببخشید عذر میخوام، سوء تفاهم شده بود. ببخشید. سوء تفاهم چی بوده؟ من نه مزاحمت چیه؟ من عذرخواهی میکنم. ببخشید. مسخره کردی ما رو. خالق عزیز ببین چی میگه. میگه گروگان گرفته بعد باباش. خب راست میگم دیگه، گروگانگیری به چی میگم؟ 50 میلیون گفته بیا اگه نه زن بی زن. خب نده. مگه زن قحطی اومده؟ خودم یه دنه خوشگلیشو پیدا میکنم برات. بابا خالق عزیز این حرفو نزن. ما دوره شما نیستیم دیگه. ما جوونیم، حساسیم. این زن منه، جورابم که نیست. بابا هم آرزو داریم، میخوام هم زندگی کنیم. خب حالا میخوای چیکار کنی الان؟ دایی من که میگم حالا بابای مون کامران خان پا معامله بین خودشونو کشیدن وسط زندگی من. قانون از راه قانون میخوام برم دست زنمو بگیرم. میگم آقا حساب کتاب تو به خودتون رب داره، من میخوام بشه زنم باشم. فقط نمیدونم دست زنمو گرفتم کجا ببرمش. ببرش هتل. هتل؟ بله بابا خالق عزیز، هتل میدونی چقدر پول میخواد؟ من پول ندارم الان، جوونم، پول از کجا بیارم؟ خیلی خوب ببین رفیق میخواد جاییو دارن، سه چهار شب برید اونجا. آخه دایی آدم زن دستشو میگیره میاره خونه رفیق، اونا خوش همه آویزون منو حرف میزدی الان. خب ببرتش گرم خونه. گرم خونه کدومه مادر من؟ الان تو هوا گرمه، گرم خونه وجود نداره. از کجا را بگم سرد خونه ببر. بابا مصبتونو شوک، ما هی لفظ میام شما اصلا تعارف نمیزنه. اینا این همه بزرگ اینجا، یه جاشو بدین به من. خب خالقیزی منظورش اینه که چرا نیارم اینجا؟ بیارمش اینجا خالقیزی. این که اینجا میشینه. خب این. خب منم که بالا میشینم. دست شما یه دنه لونه مرغ. لونه مرغ اینجا هست. همونجا رو من یه دستی سر و گوشش میکشم، اینجا رو پس میدی به من دیگه. آره اونم کرایش میگیره. باشه من کرایش رو بهت میدم، دست شما در نکنه. پس من برم مامور بگیرم. کجا؟ صبر کن ببینم کجا داری میری. خب برم مامور بگیرم، دست سرمو بگیرم بیارم. این موقع شب بابا دایی مگه نمیدونی شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیداره. من الان میخوام دست سرمو بگیرم، همین الان بلند شو بیارم توی خونه. آروم وایس ما میریم لباس میپوشیم با هم دیگه بریم. دست شما در نکنه حالا قضی. سری چادرتو بزنه اومدیم رفتیم. الان خدایا آروم محکم محکم جوابشو میده ببینم چیکار میکنی. برو کیه؟ لادم به بابات بگو بیاد پایین، منم دانیال. توی دانیال؟ این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ ببین به بابات بگو بیاد پایین، کارش دارم. بابات رو بگو بیاد پایین. دانیال برو، بابام خیلی شاکی اینجا ببین عدد چهر میشه ها. بی خود به بابات بگو که بیاد پایین، من واسهش مأمور آوردم. تو چی کار کردی؟ یادم باشتا بیشنم. خودش بگو، فکر کنم دروغ میگم. بهش بگو من سروان حیدری هستم. به پدرتون بگیم بیام پایین لطفاً. کی؟ بولم بگو. سروان حیدری خانم. مأمور. کیه؟ یه لحظه اجازه بدین. او دانیاله. چیکار داره؟ نمیدونم، میگه براتون مأمور آورده. پشت دره؟ دانیال بس. تو بنگ کو تو بابا. بابا یه دفعه. بابا تو خدا. سروان. بابا یه دفعه. یه تو. مثل شیر صحبت کنید. آقا پلیس کفک کفک مرده. آقا سر بزنید. ساکت میکشم.
باشم. کتک کاری اونم جلو چشم قانون. بیسا بیا عاطفه، دو تا جوان میخوای از همدیگه جدا کنی؟ نمیخوام دخترو به این عتیقه بدم، زوره مگه؟ آره آقا، عشقشه، زنشه، دوستش داره، زورم هست. جام کن ببینم عشقشه، پشقشه. جناب سروان، من از این خانواده اینا و بابا شاکم، کلا کلاوردارن و شالاتان. همینا. اینا بس. شما میگی کلاوردار، شما هم گوسفن فروشی. گوسفن فروختم، مواد مخدر که نفروختم. مثل آدم گوسفن چاخ کردم، توپل کردم، فروختم. دادش هستم. ببین دنیا چیکار میکنی ها؟ آخه آدم واسه پدر زنش فرمانداره مأمور میاره. ولادان جان من چیکار کنم؟ اینجا رسیده نمیذاره بریم سر خونه زندگیمون. چی یه وقتی زندگی گفتی؟ بله. کدوم خونه کدوم زندگی؟ آدم بودی ماست اینجوری نمیخوردی. جناب سروان نه کار داره نه شغل داره نه آبرو. خودت دختر داشتی مرگ من به چه مثالی میدی؟ من دختر ندارم. پسر داشتی حاضری مثل این دختر مردم بدبخت کنی؟ ببخشید من اصلا ازدواج نکردم. بفرمایید. هیچ کاری نکردید حالا؟ جانم سرهنگ شما اینه بنداز حفظ ابد، من یه دونه دختر خوشگل و زیبا رنا پیدا میکنم. سلام 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 بیا بریم بهت میگم امان از دست تو. آقا من کم بیچارگی دارم، کم بدبختی دارم، این چه بساطی رو انداخت. راست میگه. تو چرا این حرف میزنی آفا؟ پسر بیرا نمیگه، بابا زنشو میخواد. همین آقا شو صداتا بیار پایین، خونه خریدی پولش هم باید بدی. من دختر دیم پسرت نمیدم. بار دقال کنم بار رو ببین، من صداتا خفه میکنم. مگه کشکه؟ به زور ازت بگیرم، عروس قانونی منه. سرکار جفت اینا رو بگیریم بازداشت کنیم. اینا کارشون پاشوندن زندگی این و اونه. هر دوشونا اون سالا پیش زندگی منو خراب کرده، اینا الان داره زندگی دخترشو به گن میکشه. باز تو تخم کفتر خوردی زبونیت باز شد. یه چیز بهت میگم، یه چیز بهت میگم اردشیرا. ای بابا کامران خان شما که ریش سفید کردی چرا این حرفا رو میزنی؟ اوه از قدیم میگن آقا جان عشق آدمو کور میکنه، به هر چی مجبور میکنه. آدم بدخاطر خان رو چی؟ صداتو بیار پایین. من اصلا این دختر رو دارم به این پسر، این چجوری میخواد خرج مخارج این زندگی رو بده؟ عزیز من شما خودتو نخور. بقیه چیکار میکنن؟ منم همون کارو میکنم. علی دانیال جون من با بقیه فرق میکنم. تا وقتی برای من خونه، ماشین، مراسم عروسی نگرفتی، پا من خونه بابام بیرون نمیذارم. واه 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 خیلی دلت بخواد. معلومه که دارم نمیخواد. سارا جون مگه خونه بابام بعد جاییه؟ اجازه بدین. خانم ایشون همسر قانونی شما هستن، شما موظفین تمکین کنید. بله. حالا شما اجازه بدین. ببخشید جناب سروان، اعتراض شما برام واجب. مگه رو جنازه من رد شه؟ ایشون جنازه به این کار نیست. ایشون از شما شکایت کرده، اگر سازش نکنی مجبورم من دست نه یه بار دیگه نخواه بگو نه کلاهت بنداز بالاتر. ببین از بابات شکایت کردن، دستبند میخواد بزنن. بشناس اینا رو بشناس. دانیال جمع کنیم از خر بازی رو. یعنی تو دوست نداری با من زندگی کنی دیگه؟ دانیال جون ولی نه به هر قیمتی که عزیز من. ببخشید جناب سروان، اگه شما به من یک دقیقه اجازه بدید من این قضیه رو حلش میکنم. بفرمایید. اجازه بفرمایید. زندگیشو میپاشه. بفرمایید کن. ببین چیکار میخواد کنه. الان کجا؟ نه نمیام کجا. کجا میخواد؟ باید بریم تا حدشون رسه تو تا مرد حرف بزنی. اورا چاله من. مرد من. آقا این میکشه خودش میفته گردن شما. چی کاری نمیخواد بکنه؟ این اردشیری که من میشناسم از این بخارا نداره. اردشیر. آبجی نگران چیه آقا؟ چیزی نمیشه. صدا نمیام. آقا جون صدا نمیاد. اردشیر خان ببین خاطی کرد. وای کشت. اردشیر اونر که حقه، خدا رحمتشون کنه. چی بهتر؟ ببین هفتش میگیریم، چلش هم میگیریم، هفته دیگه هم عروسی میگیریم. آقای پلیس تو رو خدا بریم در بشکنی بریم تو رو خدا. خانم بدون مجلس که نمیشه وارد بزرگتری دوکرتم هستم. من جلوه همه همین الان اعلام میکنم مخلص اردشیر خانم هستم، نوکرش هم هستم. تو سروری حرف نداری. ماهی هزار مرتبه شو آشتی کردی. بله مشکل خانوادگی رو قشنگ با گب و قشنگ با گفتگو باید حل کرد، نه با جار جنجا. دانیال عزیز دلم خوشگلم با منی؟ با تو هم دیگه بابا. ببین اصلا دومدم آدم دیگه آدم آدم قربون شکل ماهتا. بی اینجا ببین خودم برات برنامه‌ریزی میکنم، دستو میذارم تو دست دخترم، بری دنبال کاره. چی شدی دفعه اینجوری شدی دفعه؟ چیزی دیگه قرار شدی یه چک 6 ماه بهش بدم. بالاخره بعدی 6 ماه یه خاک تو سرمون بکنیم دیگه. حالا سنه شده همه من از دست تو بیر.
کرایه‌اش. آه ببخشید. بقیه‌اش نمی‌خواد؟ نه من خود. اومدی؟ کار می‌کنی؟ ببین به کسی که مشکوک نشدی. بیا بریم تو. بودو. بیا. اردشی بابا پرده رو بند از کنار بیه این و چرا؟ چی میشه مگه؟ بابا شاید این یارو سامدارا به پا گذاشته باشد. میخوای بفهمن که مسته تا اینجا جلسه تشکیل دادی؟ ای کوف بخوره سامدارا رو. چی شد خانم؟ تا اینجا شده 10,750,000,000 تومان که تقسیم بر 3 میشه. تقسیم بر 3 میشه. خیلی خوب، پس علال حساب 60,000,000 از اصل مبلغ به من بده لازم داره. سب کن ببینم، میخوای چیکار؟ بابا این کامران گفته تا بدهی تو ندی نمیذارم عروسی دخترت با پسرت سر بگیره. چرا؟ نکی مگه کشکه؟ بابا دختری زن پسرته، مگه کسی میتونه اینا رو ازم دیگه جدا کنه؟ چه ربطی داره تورش؟ حرف میزنی ها؟ تو هم گاهی وقتا یه چیزت میشه. بابا چون من نمیخوام با این کامرانه در بیافتم، چون اگه جار و جنجار را بیافته چاک دهنشو با کنه یه افتضایی میشه که بیا و ببین. من کاری ندارم به این اردشی، هر اتفاقی که میخواد بیافته، ولی تو نمیتونی از اینجا پول برداری. میخوایی آتو بدی دست سامدارا؟ زندگی بچه من رو هواست، من نمیتونم دست رو دست بذارم نگاش کنم. ببین اردشیر خان، سامدارا محال به هوای من بیکار بمونن. خوب میدونی که دنبال آتو میگردن، اینقدر بو میکشن تا بالاخره ما رو به دام بندازن. ما نمیتونیم ریسک کنیم. بابا تکلیف دانیال من چی میشه؟ تکلیف دانیال شما مشخصه. بابا 6 ماه که از عقدشون گذشته، 2 ماه هم روش، بعدش جبران میکنی براشون دیگه، این که مشکلی نداره. ای کاش این قضیه هر چی زودتر تموم بشه، من دیگه دارم کلافه میشم. تموم میشه، فقط کافیه طلبکارا از رسیدن به اصل پولشون ناامید بشن. اون وقتی که حاضر میشن چکاشون رو بیارن دو دسته تقدیم کنن، به 1/3 قیمت واقعی بفروشن. اوه، تو با این زن زندگی میکردی؟ یه دقیقه صبر کن اردشی، چجوری میخوایی تو ناامیدشون کنی؟ خوشونت، من به عنوان نماینده اونا باید چنان بلایی سر شما دو نفر بیارم که مرغای آسمون برای شما گریه کنن. برای شروع هم خانواده محترم شما رو با یه تیپا از اون سویت میندازن بیرون، اونقدر زشت و زننده که دل تمام طلبکارا به رحم بیاد. خب بعدش چی؟ بعدش دیگه نمیدونم، شاید یک کدوم از شما دو نفر مجبور بشین برین زندان. نه دیگه، اینجاش دیگه من نیستم، ببخشید. تورج، اینم یه بخشی از نقشمونه دیگه، خرابش نکن. بس بهتره نقشاتو عوض کنی، من زندانبارو نیستم. حالا مهشید خانم، نمیشه به جای سویت از یه جای دیگه شروع کنیم؟ به من اعتماد کن اردشیر خان، پول اگه زیاد بمونه بیات میشه. بذار زودتر نقدش کنیم، قال قضیه کندشه بره. سر بچه رو کجا ببرم؟ بفرستش خونه تورج، خود رفاقت واسه اینجور موقع هست دیگه. تورج چیکار کنه؟ چه میدونم، بره مسافر خونه. خب اونم واسه این ماجرا باید یه تاونه پس بده دیگه، همش ما. ای بابا عجب گرفتاری شدیم. خداحافظ. خداحافظ. بریم اردشی. داریم میریم، ولی این گرفتاری من حل نشده ها. تو هم گرفتاری داری؟ بابا 50,000,000 کامران. بریم بابا 50,000,000 کامران. یا آخر آبی از تو گر نمیشه، خودم باید یه جوری جورش کنم. سلام عمه جون. الو بیژن. کجایی پس؟ 2 ساعتیم پای منتظرتیم. میتونی برای عمت یه کاری انجام بدی؟ اصلا دارم پادگان ها. زیاد طول نمیکشه، فقط میخوام 2 نفر رو تعقیب کنی. خیال شام بجون. قیافه ما به این جاسوس بازی ها نمیخوره. میریم اونجا گاف میدیم 3 میشه. بیشن 3 برابر پولی رو که ازم قرض میخوای و بهت میدم. ولی به شرط اینکه کارتو درست انجام بدی. 3 برابر؟ برو علی. کیا هستن علی؟ همین الان میان پایین. میان پایین شرکت. ببین بیشن، آرتست بازی در نیاری، آبروی منو ببری یا بفهم. خب. باشه دیدنشون، بهت زنگ میزنم، خداحافظ کنم. ببینم صدری، تو به زنت مطمئنی؟ یعنی بهش اعتماد داری؟ معلومه که نه. نه؟
مطمئنی؟ نه 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 با چی شریکش کردی؟ ها؟ خواستی سهم منو نصف کنی سهم خودتو دو برابر؟ فکر کردی با حالو طرفی؟ چی داری میگی مرد حسابی؟ بابا این زن دار ندارم و بالا کشیده دمار از روزگارم در آورده تو فکر میکنی من واسه چی نقشه کشیدم ها؟ واسه این که چند میلیارد پول من به جیب بزنم؟ نه عزیز من فقط میخوام پولایی که مال من بالا کشید پس بگیرم همین اردشی جون. خیلی خوب به من نگاه کن بچه رنقدر اصرار میکنی برگرده خونش خب طلاقش بده بره پیکارش نمیتونم اردشی هنوز دوستش دارم دوستش داری؟ زیاقتت همون زنه است برو هر غلطی دلت میخواد بکن حالا چیکار کنم من ها؟ طلاقش بدم یه عمر تنها گوشه خیابون زندگی کنم من اگه گوشه خیابون بیفتم بپوسم کی میاد به من کمک کنه تو میای منو جمع جور کنی نه تو میای منو طرح خوش کنی نه من اگه زمین گیر بشم میای زیرمو عوض کنی این کارا رو من نمیکنم نه نمیکنم همینه دیگه من احمق من بیچاره من بیشور من خر شطور من انتر یه بلا نسبت دهنت نیست برو بر خوده من اومدم جای زن اولم پر کنم گن زدم ها گن زدم به زندگی آره خدا بیامرز که دیده بودی چه زن خوبی بودی اگه بود الان من اینجوری بدبختی نمی کشیدم بیچارگی نمی کشیدم خیلی خوب اگر داد نزن صدات هم بیار پایی میخوام داد بزنم اصلا اردشی میخوام اصلا هوار بکشم میخوام هوار بکشم بابا جان همه اینو تو که خوششانس نیستن که یه زن خوب گیرت اومده بیچارش کرد یه حرف نزد بدبختش کردی دم نزد الان هم میخوای سویی تو ازش بگیری من قول بهت میدم که جیکم نمیزد برو پایین آبروی حیثیتو منو بردی انقدر جوش نزن هرس میخوری سکته میکنی میمیری سوارشو بری به اون فدای ببین سرت یکی باری میبینه شر به پاویشا ده ببین دیگه سلام آقا بیژن حالتون چطوره؟ سلام علیکم حالتون چطوره؟ همه چی مرتبه؟ خانواده خوبن؟ بیژن نگهدارتون. به خانواده شمشیری یکی چه خبره اینجا؟ یکی میره، یکی میاد. بیکاری؟ آره داداش. ببین الان تا اینجا بیام. کجا؟ ببین تا پیش سارا الان برمیگردیم. چون تو ماشین بنزین نره چراغش هم روشنه. بابا خاک تو سرت ماشین میدی دست زنه با خالی تحویل میده. ببین کلی کاسبم. من علی جزو کسای محترمم. آخه این پول چه ارزشی داره رفتی یه زن خود 20 سال بزرگتر گرفتی بابا بعده مگه یه شبه دارم رای 100 ساله رو میرم دانیال به یه فکرهای هم الان برای تو دارم آخه شوی دقیقه بشین تو اینجا میریم الان میریم دیگه آخه بنزین چی؟ میزنیم تو را بس بس من برم کارت بنزین هست بابا بشین میریم میزنیم نگردان کجا میخوای بری؟ میخوام من یه کار شخصی دارم تو برو کارم تموم شد بهت زنگ میزنم باشه نگاه کن واسه من به پا گذاشته سلام آقا سلام بنزین دارین؟ ببخشید من می‌خواستم برم چهار فرمانی مستقیم باید برم بنزین دارین؟ من باک ماشینم تور داره متأسفانه نمیتونم بهتون شاید نره تورش واسه جر میدی ببخشید آدرس رو به من بگی من خیلی عجله دارم
خیلی خوب. ببین مستقیم که میری؟ خب همینجوری میری بالا، بعد به گردن مانند میرسی، اونو مستقیم همینجوری پیچ و پیچ بری پایین. خب بله. اونجا دیگه همینجوری پشترم آچی تابلو زده چهارا فرمانیه، چهارا فرمانیه. ممنون آقا. چهارا فرمانیه، چهارا فرمانیه. ممنون. فرستادی بنده خدا فشم بچم اینجایی فکر کنم. این توری داشت. این توری داشت. توری نداشت، آدرس درست میده. سلام داداش. سلام. سلام داده. سلام داداش. خوبه؟ بنزین میخوای؟ نه ماست چکیده میخوام. خب بنزین میخوام دیگه. چی میخوای؟ معمولی یا سوپر؟ فرق نمیکنه. چی داری؟ من اینجا هم 10 لیتری دارم، هم 20 لیتری. معمولی لیتری 1000، سوپر لیتری 2000. حالا کدوم بریزم برات؟ 2000 قیمتات یه مقدار تون نیست داداش. آها ببین داداش، تو الان باید یه دربست بگیری تا پمپ بنزین. کم کم 10000 تومان بس آب میخوره. لیتری 400 تومان باید بنزین بزنی میشه 8000 تومان. بعدش دوباره یه دربست دیگه باید بگیری 10000 دیگه پیاده شی، تازه آخرش میرسی اینجا و میخوای خالیش کنی تو باکه. نگاه میکنی میبینی نیم لیترش هم سرازی شده و ریخته رو زمین. اما من تشکیلاتی دارم در حد پمپ بنزین. ایوه. نمیذارم یه قطعش هم ایفومل چیه. ایوه. خب داداش. نه دست شما در مکمل هم داری؟ دمه دیگر. یا داداش این کارت ویزیت منه. به من میگن داوود چارلیتی. هر موقع شب روز تو خیابون تو بیابون این وراب اون وراب موندی یه تک زنگ بزنی ان نزدیکترین شو وسط بنزین رسوندم. او شما فرشته نیستی؟ نه داداش من هم یه آدمم. دمه دیگر. پس یه دولیت دولیت میکس واسه ما بزن جون بگیریش. بیا پس بیا این با کی تو بزن. آقا باشید یا آقا نهیدی اینجا در بره؟ نه چه شکلی بود؟ شکلی که این وسط مو نداشت. خب یه ریشه پاسپورتری هم داشت. نه من کسی اینجا نهیدم. پس لباسش چیه؟ لباسش هم کچبه سفید روشت با که دستو گردن. حسین جان بیا با من اینجا پار از کچبه دستمال گردنی. آقا جانم در بس تشی میبین. نه آقا به غیر قیافه ما میخوره مسافر کش باشیم. بچه این مهندس ها شو آژانس کار میکنن. اینو باش باشه باشه. آقای فروزش، آقای فکور با شما کار دارم. باشه چشمت من. شما خوب هستین؟ من خوبم. شما خوبی؟ عالی عالی. معلومه. آقای فروزش نیستن؟ تو اتاق رئیس. حنا فرشته آقا مصطفی خدیجه چرا من نیستم؟ باشه چشم سلام صبح بخیر. سلام. روز اول کاریتون مبارک. خیلی ممنون. من باید چیکار بکنم؟ این نقشه خدمت شما بعد روی لاپ کنم. بله با اجازه. راستی خانم شمشیری من دیگه میشه میخواستم یه صحبت خصوصی با شما داشته باشم. صحبت خصوصی؟ بله میدونین یعنی چجوری بگم یه امر خیره.
امر خیر؟ ولی من اصلا آمادگیشو ندارم. خب باشه بعدم میگم بهت. نه چرا، دارم. اجازه بدی من اینا رو بذارم روی میزم برگردم. باشه، فقط چیزی میدونی اینجا چش زیاده. اگه براتون زحمتی نیست من پایین دم در منتظرتون میشم. باشه، چشم علی من میام. خواهش میکنم. یعنی چی گمشون کردم بیژن؟ پس تو به چه درد میخوری آخه؟ یه بار ازت یه چیزی خواستم و گن زدی پولم میخوای، کوفتم بهت نمیدم. ببرون صدا تو. سلام خانوم، تونستیم به توافق برسیم؟ سلام، شما این اینجا چی کار میکنی؟ بالاخره کلاغه خبر آورد که امروز شما جلسه داشتین با مدیرای شرکت. اومدی ببینی صورت جلسه چیه؟ جالبه، من دارم این همه خودم به خاطر شما به آب و آتیش میذارم، بعد شما میرین آدم اجیر میکنی که کشی که منو بکشه. واقعا که خانم خسروی، ما هم به اندازه شما نگران پولمون هستیم. ببین طبیعیه شیشتون که حواسمون رو جمع کنیم که این دفعه دیگه سرمون کلا نره. بله درست میفرمایید، ولی نگران نباشید، من باهاشون قراره یه جلسه گذاشتم که برای آخرین بار باهاشون اتمام حجت بکنم. البته اونا فرصت بیشتری از من خواستن، ولی من بهشون گفتم تا از شما اجازه نگیرم هیچ جوابی بهشون نمیدم. باریکلا. خب حالا دقیق بگو ببینم چی گفتی. تشریف بیارید شرکت، کاملا براتون توضیح میدم. بفرمایید. میدونین راستش من طول توی همچین موقعیتی قرار نگرفته بودم، الان خیلی استرس دارم، نمیتونم درست حرف بزنم. البته طبیعیه، خیلی منم یه مقدار استرس دارم. خب بفرمایید، من در خدمتم. چیزه ای بابا، چجوری بگم؟ راستشو بخواین من قصد ازدواج دارم. آقای فروزش ببخشید، ولی فکر نمی‌کنین صورت خوشی نداره اینجا تو خیابون؟ بعد اینجور مسائل یه رسم و رسوم خاص خودشو داره. میگم پدر مادر در جریان باشن بهتر نیست؟ خب اون که بله، ولی میدونین من میخوام قبل از اینکه قدم جلو بذارم نظر ایشون رو راجع به خودم بدونم. ببخشید نظر کیو؟ حنا خانوم، همون که دیروز سر به سرتون گذاشت. حنا؟ بله، البته خیلی دختر خوب و خانواده داریه. من فقط میخوام شما در حق من خواهری کنی، بری نظرشو راجع به من بپرسی. این کارو میکنین واسه من؟ ایوه دانیال، تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام علیکم. بازی مگه تو خود کار میکنی؟ علیتون کجا میکنی؟ چی میگی؟ برو با ما مزاحمت چی؟ ما با هم همکاری؟ شما غلط کردین که همکاری. چه همکاری که وسط خیامون دارید با هم همکاری میکنید؟ ببخشی شما؟ حالا هرکی بیادم تو حرف از خودم حالشو میگیرم. دانیال کاریش نداشته باش، ما به خود کاری نکرده. من میدونم اینو تو فرفگشون چی میگذره، اینا اینجا در دوستی وارد چه سریتا به نتیجه برسن. ببین دریوری نگو، درست صحبت کن. حالا من میدونم تو داخل آقا بیژن. سارا خانم، شما خواهر دوست منی، مثل داداشمونی. بابا تو رو خدا نکن این زشته. زشت کاره اینه، من که میدونم تو کله پوک چی میگذره. ببین اولا کله پوک خودتی، دوما من کاری نمیکردم، من فقط داشتم به خواهر شما یه پیشنهاد میدادم. چی پیشنهاد میدادی؟ غلط میکردی. کشتی رفیقمو با مصیبتا. دانیال داداش، دانی باشو، دانیال کشتیش، تموم کرد. دانیال پاشه جان، تو خونه خالی میشه. دانیال مرده؟ نه
نه خانم نگرانی به دل خودتون رو ندین، دانیال زنده است ولی حالا شبش تعریف نداره، کاش مرده بود. گوشی بده به خودش، میخوام باهاش حرف بزنم. نه نمیشه شما باهاش صحبت کنی، الان بردنش تو این اتاق تهیه، تیم پزشکی هم بالاستش تمام سعی تلاش خودشو داره میکنه، ولی غلط نکنم یه اتفاق افتاده چه اینا ما رو تو راه نمیده. آخه چرا اینجوری شد؟ اینم یه بخاری زغالی سوز فرد علا که روایت مال خاله مادر پدر خالقیزی بوده. اوه آره ماما. نه بابا، اصل قضیه اینه که بابای خالقیزی اینو برای جهیزیش از بازار صد اسمال قسطی خریده بود. سگش میارزه تنور دیواره. منظور شومینه است. میدونم. آره همون. مامان من، این بنجل مردم هم برای جنس بنجل دو زال کف دستمون پول نمیذارم. چرا؟ من میبرم اینترنت میفروشم کلی کاسب میشم. کی میگی اینو؟ آخه داداش، من و بچه هم تاسو بسته بندی شده میخوابیم. تو 20 مرجا چطوری نمه خنزل بنزل من جا بدم آخه؟ صد بار بهش گفتم تو مسئله که به تو ربطی نداره دخالت نکن. تو مخش نمیره. خیلی خب وایست خودم الان میام اونجا. باشه فقط خواهشن لادن خانوم، التماسن چیزی به آفاق خانوم نگیم. پروالشون مادر زن عاطفی دیگه، از اونم لار پس میفته گریبانگیر اون میشه. نه چیزی به آفاق خانوم نمیگم، خدافر. باشه پس خدا نگهدار. خریدن اگه نخریدن میذاریم سر کوچه شهرداری میبره. آره بابا غلط میکنی، جاهزی منو میذاری شهرداری میبره. من خودم اینا رو دوست دارم، علاقه دارم بهش. باشه دنیا تو بیمارستانه. وای خاک به سر بیمارستان. بابا این پسری که سارا تو شرکتش کار میکنه دعوا شده. بلا به سبب داد که همیشه زنگ زد بابا گفت حالش بده، خیلی شانس بیارید زنده قاتلت بمیره ان شاء الله. اصلا خواب بی صاحب من ردخور نداره. خواب دیدین خیر باشه خانم، خواب بعدی که تعریف نمی کنن. چیه این بخار من جاهزه نید؟ بچه هم شما کجا میاد؟ بیمارستان دیگه داییمه. بود ماشین رو هل بده. من هل بدم. برای من که نیست، برای جون شوهرت. بزن داییونه. هل. بکم. ممنون، برو به سلامت. سلام آقای اردشیر. کیه؟ اینقدر زنگ نزن. سلام. آقای مهندس با بچه هاش رفته خارج از کشور، حالا هم نمیاد. رفته خارج؟ ای بابا، پس چرا به من نگفت؟ چطور کارش داری؟ آره بابا، من چند وقت پیش یه امانتی گذاشتم پیشش، قرار شد هر وقت خواستم بیام ببرم، الان اومدم. کلیدار گذاشته بود پیش من. پیش تو کلیدا؟ بله. خب بده دیگه، قد صحبت میکنی لفتش بدی. کلیدار میدم اما لطفش ندیم بیزمت. جونو مادر چیزی نگیم من برم میشه من کاری دادم من نگاه کنم. چی کار میکنی؟
سلام پدر جان. میخوای بری تو؟ منزل یکی از دوستانه، یه امانتی پیششه، اومدم بردارم. اشکال که نداره؟ نه، چه اشکالی داره؟ راحت باش. دست شما در نکنه، خیلی ممنون. خسته نباش. جرأت داری به پرپایی؟ به پردیه دوستم فیلم بگیرم، بروتوکس کنم، بگن و بخندن و حال کنن. تو غلط میکنی، بیازه بیا این سگو بگیر. ببر نترس، تو میتونی. تو شهرمون صد تا کوچه، تو هر کوچه